روزگاری که تبلیغات انتخاباتی بیشتر در همین پوسترها و ژست‌ها خلاصه می‌شد و عکاس‌ها همه هنرشان این بود که ایدئولوژی نامزدها را در همین تصاویر نشان دهند. من به اون کسایی رای میدم که مبارزه کنم بر علیه هر نوع انحصار طلبی و انحصار گرایی. به شخصیتی رای میدم که زمانی که صحبت میکنم و میگن ما فلان کارو میکنیم بتونن واقعا انجام بدن. کاندیدایی که انتخاب کردی چجوری آشنا شدی، به چه طریقی؟ از طریق مطبوعات و رادیو تلویزیون. با اعلانیه‌ای که پخش میکنن و مطالعه درباره اونا. اما گاهی تبلیغات انتخابات پشت صحنه هایی هم داشت. برخی نامزدها بیش از آن که از اعتقاداتشان برای خدمت هزینه کنند، برای جلب توجه مردم دست به روش های نامناسب و حتی غیر قانونی زدند. حقیقتی که در این سالها گاهی موضوع فیلم ها و سریال ها شد. چطور شد شما به فکر انتخابات و این دور چیزا افتادید؟ نون دوست داره دیگه. دلم میخواد تغییرات از همین اول شروع کنه. سودای صندلی های قرمز و سبز گاهی کار برخی نامزدها را به سخنرانی های پر آب و تاب و وعده های تخیلی و نشان دادن در باغ سبز میکشاند. وعده دادی که هر چیزی که شما باش مشکل دارین آزاد میکنه. شعار انتخاباتتون چیه؟ علم و ترقی. خلاص. با هر روز نزدیک شدن به زمان انتخابات، آنها که در معرض انتخابند جدی‌تر شدند در جذب مخاطب. از عیادت بیماران تا سرکشی به سالمندان و کودکان بی سرپرست. می‌خوایم بریم دیدن کارتون خوابا، دست فروشا. از انتشار عکس با مسئولان عالی رتبه، هنرمندان و ورزشکاران تا بهره‌گیری از کلمات قصار متفکران و اندیشمندان در تبلیغات و استفاده از نشریات به عنوان رپورتاج آگهی. با ظهور فناوری‌های نوین اما تبلیغات انتخاباتی هم متحول شد. امکان استفاده از تبلیغات الکترونیک رو الحمدلله زیرساختاش فراهم شده، ابزارش هست، از اون روش‌ها میتونن استفاده بکنن. حالا روش‌های تبلیغات هم در گذر زمان پوست انداخته، مشمول دگردیسی و به اصطلاح بروزتر شده. شاید دنیای مجازی سهم بیشتری در تبلیغات جدید به دست آورده. دیگر شاید دیوارهای شهر کمتر از پوسترهای چند در چند نامزدها کاغذ دیواری شود. در گذر این سالها هرچند روش‌های تبلیغی تغییر کرده، اما آنچه ثابت مانده انتظارات مردم از نامزدهای نمایندگی مجلس است که در آستانه برگزاری انتخابات دهم هم مشمول تغییر نشده. قبل از این که به انتخابات فکر کنن، به حق اوناس فکر کنن که آیا در آینده بعد از این که نماینده شدن میتونن حق اوناس را رعایت کنن و مدیون مردم نشن؟ حق اوناس اینه که طرف وقتی وعده ای رو میده عمل کنه، نه اینکه بیاد یه وعده ای رو بده بخواد موفق بشه بعد وعده‌هاشو فراموش کنه. باید حقیقت رو به مردم بگن، اون چی که از دستشون به عمل بیاد. نامزدهای محترم ان شاءالله دقت کنن که رعایت تقوا داشته باشن، وجدان همدیگه رو خراب نکنن. توجه باید داشته باشن مردم، تبلیغات رنگین و متنوع ملاک نیست. وعده‌های غیر عملی دادن، وعده‌های بزرگ دادن، اینا ملاک نیست. گاهی علامت منفی هم هست. اینی که من برم هزینه زیاد کنم یه جایی تبلیغات کنم، این تبلیغات جیبم میره که هیچی، مردم هم اینو منفی برداشت میکنن. گذشت اون زمانی که مردم فریب این شرایط ظاهری رو میخوردند و از نظر تبلیغات رنگارنگ، هزینه دادن ها، شام دادن ها، وام دادن ها